تو این آمار اگر شما دیگه خونه داشته باشید که دیگه هیچی دیگه ساب هم باشید و اینا دیگه هیچی من گفتم کسایی که اصلا خونه ندارن اصلا الان شما خیلی موبایل ندارن. این مسئله تا وقتی که موبایل دارین تا وقتی که سنتون رسید به 66 سالگی و موبایل تو دستتونه از جمهوری اسلامی شما حق نداری شکایت کنید مسئله خیلی مهمیه به نظر من که یک نگاه درستی به زندگی داشته باشیم و یک تصویر غلطی ما داریم در مورد مردم دنیا یک تصویری ما ایرانی‌ها داریم و متاسفانه ما ایرانی‌ها هر جا باشیم این ذهنیت هست فکر میکنین جای دیگه بهتره این متاسفانه که میگم ما ایرانی ها منم شاملش میشم ما. که دیگه انقدر این قضیه رو تجربه کردم الان که اومدم جزر قناری دیگه میگم نه دیگه آقا جان بهتر اینجا همینجا نمیخورم و خود ایران به خاطر شرط اقلیمی مناسبی که داره این یادتون باشه شما فقط و فقط به خاطر آفتابی که تو ایران داری خیلی خوشبختتر از مردم اروپا هستی مشخصا مردم فرانسه اینا یه کسی باید بیاد به مردم آفریقا بگه به مردم سودان به مردم فقیر فیلیپین به مردم فقیر همه ک... توی توی هند روستایان هند مردمی که خیلی فقیرن آن دارن شکایت میکنن به دولتشون کشاورزایی که الان اومدن تو خیابون تو هند به دولتشون دارن شکایت میکنن یکی یک بره به اینا بگی خب شما آفتاب داره تو سرتون میخوره چرا شکایت داری میکنین شما وقتی این کار میکنین زیر آفتاب پوستتون داره میسوزه شما نباید دولتتون توی هند شکایت بکنین شما آفتاب داره میخوره تو سرتون شما باید کل خوشحال باشین دقیقا به همه آدمایی که تو حاشیه خط و زندگی میکنن باید بگه خوشبخترینی چرا شما از فقرتون دارین شکایت میکنین شما آفتاب دارید مشخص چی بگم اینن من این مردم آلمان مشخصا مردم انگلیس مشخصا مردم لهستان مشخصا کشورهای اسکاندیناوی اسکاندیناوی فقط سوئد و نروژ و فلان که نیستن با دانمارک شما کشورهای شمال اروپایی لتوانی و استونی و اسلوانی و اینا هم هستن ببینید شرایط زندگی در لتوانی و اینا چه جوری است ببین این چقدر منطق ضعیفیه حالا مگه این آفتاب و جمهوری اسلامی میمونه حالا فر... حالا فرض کنم من بگیم که باشه باشه کشورهایی که آفتاب ندارن همه افسرده خب کشوری که آفتاب آفتاب دارن آ چقدر عالی عالی خب ها این کسایی که میخوان به جمهوری اسلامی شکایت بکنن خب به کار جمهوری اسلامی دارن شکایت میکنن مگه آفتاب جمهوری اسلامی به این مردم ایران داده شما خب ما داریم کار میخوایم معیار که ببینی که جمهوری اسلامی کارش خوب بوده یا نبوده این چه ربطی داره ما ما به جمهوری قر نزنیم به جمهوری اسلامی شما آفتاب داریم خب دست شما در نکره جمهوری اسلامی ما میگفتیم اینا فکر میکنن که دارن برای خدا حرف میزنن من فکر نمی کردیم که خودشون خود میکنن خود خدا آفتاب باید جمهوری اسلام قر نزنیم برای که آفتاب داریم آره دیگه تمام دعاهاشون گرفته دیگه انواع نمازها رو میخونن که آفتاب بیاد نمیدونم بارون بیاد اگه خ... نبودن که اینا نبودن که نمیشد که دستت در نکنه خامنی برای آفتاب سطح گده ها من این کشور ها رفتم اینقدر گدا داره تو لتوانی یک شرایط زندگی سختی اونجا وجود داره خب این کشوری ای که آفتاب دارن که گدا بیشتر دارن به طور میانگین یک روز دوم نمیاری تو این کشورا ای. تازه اروپای شرقی رو که دیگه نگم براتون شما فقط به خاطر شرط اقلیمی که تو ایران امروز جاری شد خوشبخته اید و اگر خانواده ای دارید که دیگه خیلی خوشبخته اید بخش قابل توجهی از مردم دنیا امروز خانواده ندارن اها. شما اگه خانواده به این جمهوری اسلامی تشکر کنید که مرسی ما خانواده تعدیدات دست در نکنی جمهوری اسلامی ما حداقل خانواده داریم حالا چوب تو سر ما میزنی ولی خب ما خانواده داریم اصلا طرف به دنیا اومده به عنوان اون حالا مشروع به دنیا نیومده حالا داستان داره دیگه به ویژه در آمریکا و کانادا و یه سری از کشورهای اروپایی طرف به دنیا اومده تا آخر عمرش میگرده مثل حاج زنبور اصل دنبال مامان باباش که پدر مادرش کیان این که شرایط بحث جدی سر دنیا دنیای یه است یکی از ای که ما میگیم انحطاط اخلاقی لیبرالیسم یعنی نابودی بشر همینه به خاطر که شما هیچ تعهد زناشویی و, و هیچ تعهد اخلاقی سکسی با شریک زندگیتون نداری همه جا میری همه کار میکنی و این ناخواسته بچه هایی به دنیا اومدن و این بچه ها بیهویت هن بیهویت خانوادگی هن. اگه شما پدر مادرتون میشناسی شما جز آدمای خوشبختی هستی در کره زمین بخش قابل توجهی یه پدر مادراشون رو نمیشنسن اینا حقایقه و من اکثر مردم اروپا اکثر مردم آمریکا، اکثر مردم کانادا پدر مادرشون رو میشنسن این حالا ببین این همون کارایی رو میکنه که میگه مردم مثلا توی ایران میکنه میگه که آه این شما میرین میگردین بدبخترین آدم ها رو پیدا میکنین بدترین مثال رو پیدا میکنین که بگین که آه چقدر تو و ایران بدبخته خب خب این هم همین کارو داره میکنه برای کشور دیگه الان چند درصد مردم اروپا نمیدونن پدرشون کیه مادرشون کیه چند درصد مردم کشور آمریکای شمالی نمیدونن پدر مادرشون کیه میره میاد مثالای یه سری برنامه تلویزیونی و اینا رو که این دراما و اینا رو دیده میره این مثال رو پیدا میکنه خب مثال میزنه که بدترین مثال رو پیدا میکنه که حالا آره این چقدر وضعیت بدیه اکثر مردم این کشور رو پدر مادرشون رو میدونن که قدر شرایطی که دارید زندگی که دارید بدونید همه آدما مشکل دارن متاسفانه همه یعنی همه مشکلات خودمون رو داریم ولی به قول معروف باید ادامه داد باید قوی بود و فکر نکنید جای دیگه خبریه شما جای بدی دارید زندگی میکنید اتفاقا فکر میکنم برعکسه <applause> فکر میکنی برعکسه بر اساس چی بر اساس چی بر اساس که خود همون کاری که میگی بقیه میکنه بر اساس مثالایی که میزنی دیگه ما که دیدیم تو تو ونکوور چه کار کردی این امیدانا رو من گفتم به شما تو ونکوور رفته ایست هیستینگ معروف ترین جای آم... آمریکای شمالی حداقل تو کانادا نمیگم که ولی خیلی معروفه ایسیسینگ به یه جای خیلی بد به یه جایی که تمام معتادای شهر رو کردن یک توی خیابون خب ایسیسینگ اصلا کلی داکیومنتری دربارش درست شده که اینجا بدترین جای شهره رفته اونجا فیلم گرفته میگه اینجا بهترین جای ونکووره و نگاه کنین چه وضعیت بدیه تو بهترین جای ونکوور من موندم اصلا این چجوری میتونه تو ونکوور هنوز طرفدار داشته باشه چون هر کسی تو ونکوور زندگی کنه میدونه که این داره داره بهشون دروغ میگه هر کسی تو ونکوور زندگی ونکوور کانادا زندگی کرده میدونه که ایست هیسینگ ونکوور بدترین جای ونکووره ونکوور کل بقیه شهر بهترین قشنگترین جاهای شهر رو نشون نمیده خب اصلا شما برید نور ونکوور رو نگاه کنی تو میتونست مثلا بریتیش پراپرتیز ویدیو بگیره میتونست بره کپیلانو ویدیو بگیره میتونست بره قشنگترین جاهای دانتان ونکوور ویدیو بگیره نرفت خب رفته ایستیسینگو رو ونگ... گرفته به همه بیننداش هم گفته این بهترین جای شهر نگاه کنین که چقدر کارتون خواب داره و اینا هم بیننداش باور کرده یعنی اینو اگه ملاک نباشه برای این داره به همه دروغ میگه من نمیدونم از کجا یعنی چجوری روش شده یعنی من این خیلی برام سخته که باور کنم از ام دروغ نگفته اونجا که رفته ای یعنی بقیه جای دمتنه و هم گشته دیگه بعد قشنگه من فیلمش رو یادم گفته نگاه کنین این بهترین جای شهره ای اره ای سیسی anyway. <تصفح> <تصفح> کاملا برعکسه فکر نکن ایرانیایی که خارجن حتی اگه ماشینی دارن پوزی برای شما میدن اینا بدونید زندگی واقعی اونی که تو ایرانه ببین هم هم کسایی که تو ایران هستن که فیلم ها اینا میگیرن می نشون میدن که ایران بدبختی هم اونو نباید ملاک قرار بدین هم حرفایی که این داره میزنه شما تنها راهش اینه که برین آمار و اینا رو مطالعه کنید این راه نیست خب یعنی این دقیقا همون کاری رو داره میکنه که انتقاد میکنه که مردمی که از ایران فیلم میفرستن البته من نمیگم فیلم این, این فیلم رو استفاده نکنین ببینید روش انکتود چی میشه به فارسی ببینید شما مثال مثالایی که میزنی مثالو نباید مثلا یه فیلم یه مرد بدبخت یه مرد خوشبخت تو آمریکا توی ایران این از این فیلم ها نباید استفاده کنین که ببینین تعیین کنین که وضعیت یک کشور چطوره نمیگم این فیلم ها جای خودش نداره ولی جاش چیه شما باید آمار رو نگاه بکنید و بیاد بگیرین که آمار رو مثلا چجوری بخونید خب و خودتون هم تحلیل نکنیم اکثر ما تو تحلیل آمار خیلی خوب نیستیم خب یعنی نگاه بکنید، ولی تحلیل رو... تحلیل کسایی که واقعا متخصص هستن هم نگ... بررسی کنیم خب ولی بعد حالا اگر هم آمار رو نگاه کردیم به یه نتیجه رسیدین نتیجهتون رو خیلی ام... چیز نکنین یعنی خیلی بهش نچسبین حاضر باشین اگه تحلیل بهتر دیدین نظرتون عوض کنین ولی این بهتر از این مثال هست. ولی وقتی که به این نتیجه رو رسیدین بر اساس این آمارا این مثالا رو بعد نگاه کنین که یه رنگی به این نتیجهتون بزنید خب برای اینکه ما ربات نیستیم خب ما اگه آمار نگاه بکنیم خیلی بهمون به ببین به مثلا ما نگاه میکنیم آمار ممکن نگاه کنیم که ببینیم آره تو ایران خیلی بده خب ولی ما احتیاج داریم به فیلم و به مثال و به داستان چون مغز ما طوری طراحی نشده توی طبیعت که احساس بکنیم که باید کاری بکنیم وقتی که داریم به عدد و نمودار رو اینا نگاه میکنیم خب یعنی به از, از این آمارا استفاده بکنیم که به نتیجه برسین بعد که به نتیجه رسیدین از این فیلم ها و این داستان ها و استف... اینا استفاده بکنین که به نتیجه که رسیدین یه مقدار احساس بدید خب ولی این آما... ولی این مثال ها رو این انکتودا رو این فیلم ها رو این چیزها رو استفاده نکنید که به نتیجه برسید هر چیزی جای خودشو داره خب ادامه بدیم. بقیه دارن اینجا ادا در میارن همه دارن ادا در میارن اینو شک نکن همه دارن برای خودشون با سیری خود من خود من کلان بالاخره حالا وضع مانی خوب ولی اصل زندگی من ریشه جدا شدم دیگه حالا تو هر چقدر بگو آقا من درآمدم خوبه و لاکچری من میرم بهترین ساعت رو میخرم بهترین لباس رو میپوشم بهترین کافی شاپ رو هر روز میرم لب ساحل قناری میرم آقا ریشه جدا شدی ریشه خود ایرانه اگه تو ایران زندگی مگه ما درختیم آخه این چه میگه از ریشه جدا شدی من هیچ وقت اینا یه ای میذارن هیچ وقت هم توضیح نمیدن که ارزش این حرفا چیه ما باید قبول کنیم که از ریشه جدا شدیم به ضررمون شده ما درخت نیستیم آقا یامید زندگی میکنی و غذای خوب میخوری آب تمیزی داری دان... این یه سر... اینم فکر میکنه مثلا جی ام او و اینا همش بده جی... فکر میکنه غذای تمیزی میخوری خب جی... این این کانسپیرس... Conspiracy... این که دارن که فکر میکنن مثلا غذای جی ام چی میشه ترا بابک با با جان جی ترا... نمیدونم واقعا ترا وقتری همچین اسمینه غذای جی ام او قضاهای... من الان پیدا میکنم بذار یه این فکر میکنه که مثلا تو ایران همه غذاها جی ما نیستن برای همین به نفع ایران به نف شماست که ترا یاخته ای درسته درسته آه درسته ترا آره درسته ولی ما هر شما هر برین شما خودتون تح... حرف منو باور نکنید برین خودتون تحقیق خودتون رو بکنید خب این غذاها از لحاظ ام... علمی هزار بار بررسی شده این ضررهایی که مردم میگن داره نداره خب این غذاهای جی او دنیا رو از گرسنگی نجات داده یکی از بزرگترین کشفای علمی جهان این بوده یعنی ما واقعا کلی آدمو از بدبختی از گرسنگی به خاطر این اینه که واقعا ما مدیون دانشمندایی هستیم که تونستن همچین کار این کار رو انجام بدن این خودتون برید مطالعه بکنید این ضررهایی که اینا میگن داره نداره